خب امروز هم با من همراه باشید با مونتاژ کردن پمپ هیدرولیک 6 پیچ 206. این پمپ ما دمونتاژ کردیم، تمام قطعات رو باید تمیز بشورید. سعی کنید از جنس‌های خوب استفاده کنید تو این کار. این واسه جا زدن کاسه نمد ذره گریسیش می‌کنید که راحت‌تر بخوابه تو کار. اینجا هم داخلش رو حتما گریس یا روغن هیدرولیکیش فرق نمی‌کنه. بزنید حتما. سعی کنید اگه کاسه نمد قدیمیش هست با همون کاسه نمد قدیمی بذارید، حالا یا با چکش یا با یه چیزی ضربه بزنید بره سر جاش. کاسه نمد که خوابید زیرش رو تمیز میکنید، شفت رو میدید میره داخل. شفت هم سعی کنید دور تا دور بلبلینگ ضربه بزنید تا بخوابه کف. چکش کچکر بیارید. میتونید از یه باکس بلند استفاده کنید بذارید اینجا. خب اینو که زدی جا خارش رو حتما بزنید جا. خب عقبش رو بندازید جا، یه فشار بیارید میره جا. این از میرید اینجا. اینجا میریم سراغ دوتا اورینگی که پایین میخوره، یعنی این دوتا اورینگ، یکی اینه که میخوره اینجا، اینا رو اندازه میکنید، اینا میخوره داخل اینجا. خب اینجا کفگرد پایینی رو قرار میدید. این به این صورتی، حالت پخاش باید پایین باشه. اینو میذارید اینجا، میزون میکنید، میزنید اینجا، این دوتا هم بزنید جا که میزون بشه. خب اینجا روتور رو جا میزنید. روتور چپ و راست نداره، هر طرفی بندازید مشکلی نداره. پره ها، این پره ها رو دقت کنید، یه حالت پخ داره، حالت پخ باید رو به بیرون باشه، حالت صاف رو به داخل. اینا رو همه رو میچینید. خب اینجا حتی میتونید قبل اینکه پره های روتور رو بچینید اینو قرار بدید که دیگه اذیتتون نکنه. اینو میزنید جا به این صورت. خب اینجا میریم سراغ اینو بگیرش، میریم سراغ واشر و در بالاش. خب واشر، ببین واشر اگه حالت آب بند نداشت، به صورت مالشی که زیادم نشه، حالت پوست پیازی، باید دور تا دور اینو چسب زیپر بزنید. چسب زیپر خیلی بهتره و بهش هم فرصت بدید خوش بشه. سریع نبندید و روغن بریزید و روشن کنید. اینو که چسب زدید به این صورت قرار میدید سر جاش. و در پشتش رو میزنید جا. به این صورت. شیش تا پیچش رو میبندید.
اینجا یه نکته خیلی مهم موقع جا زدن مخزن داره، حتما با من باش تا اونم بهت بگم. خب اینجا میریم سراغ سوزنی. اول فنر رو جا میزنیم. اینو حتما ببین باید توریش به این تمیزی باشه، قشنگ بشورید جاش بزنید، ببین نباید گیر داشته باشه. خب گرپوش بالاش اینم مورینگش رو عوض میکنیم. ببین اینجا نکته ای که داره، اول باید اورینگ بزرگ رو جا بزنید، اینجا حتما گریس بزنید که هم اورینگ بیرون نندازه هم قشنگتر آب بندی کنه. خب. اینجا هم اورینگ کوچیک رو باید داخل این جا بزنید، این نکته رو حتما حواستون باشه، اورینگ کوچیک باید داخل جا بخوره. یه ذره هم گریس دور تا دور این بزنید. ببین اینجا سعی کنید این پولی رو نبندید که راحت تر بتونید اینو جا بزنید. همین راحتی جا میخوره بدون کوچکترین مشکل، فقط پولی رو نباید ببندید، اونم قشنگ گریس کاریش کنید. ببینید خارا هم قرار بدید سر جاشون، خیلی ریز ضربه بزنید تا بخوابه سر جاش. حواستون باشه فقط در نرمی سر نا. این خودش که بیاد دیگه میخوابه سر جاش رو قفل میکنه، یکی هم کم دیگه باید بیاد داخل و تمام.